سرخط خبرها. داوطلبان کنکور در بامیان خانه لغو سهمیه بندی شدند. شریک ساختن پیشنویس طرح صلح طالبان با شورای عالی مصالح ملی. شناسای 206 بیمار جدید و مرگ 7 نفر در یک شبانه روز گذشته در کشور. و سفارت آمریکا و کارمندان غیر ضروری خود دستور داده که افغانستان را ترک نماید. سلام و درود خدمت همه شما بینندگان محترم سرویس خبری تلویزیون بامیان. قربان علی نوید هستم با مشروع خبرهای امروز. در آغاز دور اول امتحانات کنکور در 25 ولایت کشور 5218 دانش آموز در ولایت بامیان در امتحان کنکور شرکت کردند که از این میان 2890 نفر ذکور و 2328 تن دیگر از طبقه اوناس هستند و قرار است در حدود 1500 نفر داوطلب کنکور در دانشگاه بامیان جذب شود. شمار از دانش آموزان که در پروسه امتحانات کنکور شرکت کردند میگویند که با سهمیه بندی کنکور در پروسه امتحانات دانش آموزان به اساس لیاقتشان جذب نمیشوند و سهم بامیان در کنکور بسیار اندک است و خواهان لغو سهمیه بندی کنکور شدند. علی سامی گزارش میدهد. با آغاز دوره امتحانات کنکور در کشور قرار است 5218 دانش آموز در ولایت بامیان امتحان کنکور را سپری نماید که از این میان 2890 نفر ذکور و 2328 تن دیگر از طبقه اوناس شرکت کردند. در کل 5218 نفر در ولایت بامیان امتحان میدهند که از این جمله 2890 پسر هستند ذکور هستند و 2328 از جمله اوناس هستند که 24 نفر شبانه امتحان میتن، 88 14 پاس هستن و 35 علوم دینی هستن. در همین حال شمار از دانش آموزانی که در پروسه امتحانات کنکور شرکت کردن میگویند با سهمیه بندی کنکور در پروسه امتحانات دانش آموزان به اساس لیاقتشان جذب نمی شود و سهم بامیان در کنکور بسیار کم است. با سهمیه بندی که شده مال چیز بامیان باش که است، با سهمیه بندی نبود خوب بود. سهمیه بندی از سهمیه بامیان خیلی کم است. ولی امین سهمیه بندی نگرانی ما زیاد است، چون امین کسایی که واقعا لیاقتش را داره نمیتونه که امین دپنمو رشته خوشدارا بوره، چون سهمیه بندی شد از بعض ولایت ها سهمیه زیاد است، از بعض ولایت های مرکزی زیاد کم است، اما خاطر این سهمیه بندی لازم نیست. سهمیه بندی قرار است در حدود 1500 نفر داوطلب کنکور در دانشگاه بامیان جذب شود. عبدالعزیز محبی رئیس دانشگاه بامیان میگوید با جذب داوطلبان کنکور در دانشگاه بامیان این دانشگاه با کمبود کادرهای علمی، نبود فضای سبز و امکانات روبرو است. ما با چالش‌های جدی در بخش زیربنایی مواجه هستیم. به طور مثال صنف کافی حتی برای فاکولتا نداریم. آب نداره دانشگاه بامیان هنوزم. شما محیط دانشگاه بامیان میبینید که یک محیط خشک است و سرسبز نیست. در زمین لیلیه برای محصلین نیست. محصلین ما بسیار با چالش جدی مواجه هستم. یک فضایی که واقعا برای یک دانشگاه ضرورت است متاسفانه در دانشگاه بامیان وجود نداره. یک چالش دوم هم چالش کمبود کادر علمی است. کادر علمی ما نظر به نسبت شاگرد و استاد، نسبت شاگرد بسیار بلند است به تعداد استاد. حتی ما در بعضی فاکولتا یک استاد 71 محصل داریم که تاثیر بسیار منفی روی کیفیت میگذاره. با این حال مسئولان بخش اداری ملی امتحانات میگوید در دور اول امتحان کنکور در 25 ولایت امتحان اخذ میگردد و در مجموع در سطح کشور در حدود 1,70,000 فرم توزیع گردیده است. حتی رحمان سلیم معاون شورای عالی مصالح ملی میگوید که گروه طالبان پیشنویس طرح صلح خود را با این شورا شریک کرده است. آقای سلیم که روز چهارشنبه 8 ثور در مراسم به مناسبت پیروزی مجاهدان صحبت میکرد گفت که پیشنویس طرح صلح طالبان به شورای عالی مصالح ملی رسیده است و جزئیات بیشتری در این باره ارائه نکرده است.
آقای سلیم همچنان گفت که پیشنویس طرح صلح شورای عالی مصالح ملی پس از بررسی طرح‌های متعدد تهیه شده و به رهبری این شورا فرستاده شده است. او افزود که طرح صلح شورای عالی مصالح ملی همشمول و بر اساس واقعیت‌های جامعه افغانستان است. امیدواریم که تلفیق این طرح با طرح طالبان به یک طرح واحد بیانجامد. پیش از این شورای عالی مصالح ملی اعلام کرده بود که بیش از 30 طرح صلح را سوی احزاب و جریان‌های سیاسی دریافت کرده و تمام آنها را یک جا ساخته است. سوی هم رئیس جمهور غنی نیز طرح را زیر نام نقشه راه صلح ترتیب کرده است. شورای عالی مصالح ملی گفته است که طرح آقای غنی اولین طرح است که در نشست استانبول ارائه می شود و طرح این شورا به عنوان گزینه دوم در نظر گرفته شده است. قرار بود در 24 اپریل شهر استانبول ترکیه میزبان گفتگوهای صلح افغانستان باشد، اما این نشست تا بعد از ماه رمضان به تعویق افتاد. دلیل اصلی تعویق این نشست عدم اشتراک گروه طالبان خوانده شده است. وزارت صحت اعلام کرده است که در جریان 24 ساعت گذشته 206 نفر در افغانستان به ویروس کرونا مبتلا شدند. در اعلامیه که روز چهارشنبه 8 سور سوی وزارت صحت نشر شده آمده است که این تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در ولایت های کابل، کندهار، بلخ، ننگرهار، تخار، کندوز، پکتیا، پروان، میدان وردک، کنر، لغمان، پنجشیر، زابل، خوست و نورستان شناسایی شده است. وزارت صحت گفته است که با ثبت این مورد شمار مجموعی مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان به 59576 نفر رسیده است. این وزارت افزود است که در جریان 24 ساعت گذشته 7 نفر جان باختند و شمار جان باختگان ناشی از ویروس کرونا به 2618 نفر رسیده است. بر اساس اعلامیه در یک شبانه روز گذشته 180 فرد مبتلا به ویروس کرونا بهبود یافتند و شمار بهبود یافتگان به 52974 نفر رسیده است. با تازگی سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل به کارمندان غیر ضروری این سفارت دستور داده است که به دلیل تهدیدهای امنیتی و نگرانی ها از افزایش ویروس کرونا افغانستان را ترک کند. در اعلامیه که نوقت روز سه‌شنبه 7 سور سوی این سفارت به نشر رسیده است آمده است که به دلیل کرونا، جنایت، تروریسم، ناامنی های داخلی، آدم ربایی و درگیری های مسلحانه به افغانستان سفر نکنید. در اعلامیه همچنان آمده است که شهروندان امریکایی که در افغانستان به سر میبرند باید به زودترین فرصت با پروازهای موجود این کشور را ترک کنند. سفارت امریکا گفته است که سفر به ولایت های افغانستان به دلیل افزایش آدم ربایی، گروگانگیری ها، حملات انتحاری، ماین گذاری ها و حملات تروریستی خطرناک است. در ادامه این اعلامی آمد است که گروه های تروریستی در افغانستان هنوز هم به حملات خود ادامه میدهند و کاروان ها و تأسیسات های دولتی این کشور و امریکا به شمول سفارتخانه ها و نهایت های تجارتی را هدف قرار می دهد. سفارت امریکا گفته است که به دلیل کمبود امکانات دسترسی آنها برای تامین امنیت شهروندان امریکایی در کابل و خارج از کابل بسیار محدود شده و به همین دلیل این افراد باید هرچه زودتر افغانستان را ترک نمایند. سپاس از توجهتان. تا این دم تا روز دیگر، خدایا را نگهدار شما. سلام پدر. علیکم سلام. حوالی لندن رسید؟ بله خیر ببینی دخترم، بسیار در وقت کم. به خاطر که این دفعه از طریق صرافی برادران سروری فرستادم. در جای دیگر هم حواله میکند؟ بله، تمام شهرهای افغانستان و حتی کشورهای دیگر. بسیار خوب، بسیار خوب. صرافی برادران سروری انتقال پولتان را در کمتر از 24 ساعت از لندن به افغانستان و کشورهای دیگر فراهم می‌سازد. با ما در تماس شوید. 2044 20 82 57 35 و 47.